ناراحت نکنی دختر جون. خب پدر جون من باز میرم چند تا بانگاه سر میزنم ببینم چی میشه. برو دخترم، اما زیاد خودتو خسته نکن، ما تا آخر برج وقت داریم. چشم پدر، خدا حافظ. برو به سلامت. های 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 روزگار، این خونه به دوشی هم برای ما دردتر شده. سلام آقا. سلام خانم، بفرمایید، خواهش میکنم. مرسی. معذرت میخوام خانم. خواهش میکنم. خب حالا میفهمید چیکار کنیم؟ اون لغته که هیچی، به درد من نمیخوره. ولش کن. ببینم تو جاده کرج این سراغ نداریم. چرا؟ دو قطعه داریم. یکیش به اندازه 11000 متر، یکیش هم 16000 متر خورده ایه. اما اون 11000 متر خود قناسه. با این حال صلاحی که معامله کنیم. قیمتش چنده؟ والا باید بپرسم چون صاحبش با یه بنگاه دیگه صحبت کرده. ولی اون بنگاه هم از خودمونه. اگه دوست داشته باشین میتونم تلفن کنم. بریم که با هم بریم اونجا و حالش رو بعد راجع به اون با هم صحبت میکنیم. اول ببین خانم چی میخواد. معذرت میخوام خانم، شما کارتون چیه؟ یه خونه دو اتاقه با آب و برق میخوام، ولی کرایه‌اش از 150 تومن بیشتر نباشه. ما خونه دو سه اتاقه نداریم خانم، معاملات ما روی پارک و ویلا و اینجور چیزاست. شما باید تشریف ببرید بنگاه پایینی. اونجا رفتم گفت نداریم، 10 جای دیگه هم رفتم همین جوابو دادن. معذرت میخوام خانم، من یه باغ تو نازی آباد دارم. این باغ چند تا اتاق بزرگ داره که خالی افتادن. اگه مایل باشین میتونم اونجا رو در اختیار شما بذارم. ببخشید کرایه‌اش چنده؟ ماهی 100 تومن. ولی اول بریم ببینین، ممکنه خوشتون نیاد. بسیار خوب، فردا صبح بابا میایم میریم اونجا رو میبینیم. حالا میتونیم بریم. باغون هستش، اتفاقا پسرش هم الان اینجاست، راهنماییتون میکنه. احمد؟ کجا رفتی؟ چرا یه وقت قیبش زد؟ احمد؟ احمد آقا؟ کردم اعتنا نکرد، اون مثل یک گرگ وحشی پرید به من. بعدشون دیگه نفهمیدم چی شد. حالا نمیدونم موضوع رو چجوری به پدرم بگم. تو خوب کاری کردی که اومدی پیش من. اگه به پدرت میگفتی هم تو رو از بین میبرد هم خودشو، چون اون غیرت و تعصبش اجازه نمیده ببینه دامن دخترش لکه دار شده و هیچی نگه. ولی بالاخره چی خالی؟ دیر یا زود موضوع رو میفهمی، اون وقت من چجوری تو روش نگاه کنم؟ میفهمم چی میگی، اما که تقصیری نداشتی دختر جان. اون قصر اون مرد بی وجدان بود که تو رو بدبخت کرد. حالا گریه نکن، کاری که نباید بشه شده. با گریه کردن تو هم درست نمیشه. باید بریم باش حرف بزنیم که عقدت کنه. اگه راضی شد که هیچی، وگرنه میریم شکایت میکنیم. اون به من گفت تو شکایت نکن عقدت میکنم، ولی من چطور میتونم خودم حاضر کنم که زن اون بشم؟ خونش کجاست؟ صاحب بونگا میدونی، ولی من زن اون نمیشم خاله. این حرف رو نزن خاله، به قربونت بره. الان آبروی همه ما در خطره. این خطرم وقتی از بین میره که تو باهاش عروسی کنی.
خوابی یا بیدار؟ آقا کوری نمی‌بینی که خوابیدم ها؟ تو چه داری حرف میزنی؟ آقا چه باده میاسی ها؟ مگه نمیشه آدم توی خواب حرف بزنه ده؟ میدونم این کلک هر روز داری ولی من نمیذارم بخوابی. یالا تکون بخور. یه خانم اومدی میگه با آقا کار دارم. بابا جان با آقا کار دارد. من دی آقا نیستم. بله بله میدونم آقا نیستی. میگم بلنشو برو یه چیزی بهش بگو ردش کن بره. خدا ذلیلت کنه الهی. یه روز هم بدیم تا لنگ پاچه زور بخوابی ما. ببین چه عدد فری در میاری. نمیزاب که لیز میخوره جون جونگی. بجای اینکه من خسته و موندی بیاد یه ماساژی بده پاساژی بده درد میزه. ده بجوم زنه در در معطله. بابا جان من شلوار آستین کوتاه پام آخه. اینجوری کجا بیام؟ این اورت میده. بالاخره راه میفتی یا نه؟ بابا جان بابا قربان تو برم باز از پوشیدن لباس فارغ التحصیل باشم بعد راه بیفتم بیام. دست پاکه میکنه آدم. دست سر با این آقا. سوباره بدینم. چی چی را؟ لب نوچری دیگه. چرا سوخ شدی؟ برو گام شو. چوبی میری تو این با این کارت کلفت شایسته ای سال شدی. اصلا تو چی میگی با منه؟ زلفا که قربانش برم پوزیتیجه. دماغ که جرعه پلاستیکه. سر سینم که قربانش برم تیری موف اصلا. هر پاچم که کرسیته. تو از خود چی داری رو خون ببینم؟ رو خون که بره. بابا بیا برو زنه داری پاش علف صف شد. چه فرمایش داری همیشه را بجی خواه خورجم؟ هرمز خان هستم؟ نه خیلی تشریف ندار. اما با فرما تو بینشین شاید آمد. کی میاد؟ والا یک سال نیم دیگه. کی؟ آخر رفته خارج. تو دروغ میگی. باروای آب خاک پدرم اگه بخوام دروغ بگویم با فرما جیبایی منو بگرد اگه پیدا کردی یا با یه مش بزن کلی منو بشکن. من باید بیام خونه رو بگرد. خواهش میکنم با فرما. اما اگه از من میشنوی بی خودی داری وقت تو تلف میکنی چون اون رفته برای خارج بلیط هواپیما را من خریدم. چه این؟ فاصله طبقاتی گرفتی؟ بیداشتم سه ماه تموم ما رو سرگردون بالاخره هم فرار کرد رفت. خدایا این چشه چرا دردشو از من پنهان میکنی؟ خانم خونه ای؟ بله خاله خانم خواهش میکنم یه دقیقه بیا اینجا. چشمان یلا سلام علیکم چی شده؟ برو ببین این چشه باد نشسته داره گریه میکنه. موضوع باید چیز دیده ای باشه. این الان مدتیه که از من کناری گیری میکنه. شبا میاد پیش تو میخوابه. قیافش پر از درد و غمه. ازت خواهش میکنم حقیقت قضیه رو به من بگو. آخه چی بگم؟ گفتم ازت خواهش میکنم. شما قبل از اینکه اسباب کشی کنین بیاین اینجا مریم روزا میرفت دنبال خونه. یه روزی مرد خدا نشناس به بهانه اینکه میخواد خونه نشونش بده اونو با نوکرش میفرسته یه باغی که گویا نازی آباده. وقتی پاشو میذاره تو باغ نوکر یهو گم میشه بعدم خوره سر میرسه و دختر بیگناه رو بدبختش میکنه. به خدا بیخوشا تو که گناهی نکردی پدر شده دستت به خنالی داشت این لکه من رو خودم از بگویم مریم کجا داری میری بایستا بشین اینجا من رو برش درشم باید خان بشین عزیزم بلنشو بریم خونه. اون پیره مردی بیچاره خان بهش گرفته داره از دست میره. آخی چرا این کارا رو میکنی بریم؟ آخی خدای شکرت شکرت شکرت. اگه یه دقیقه دیر رسیده بودن خودشو از بین برده بود. خب بگو ببینم اون مرد کجاش خاله؟
خونه اونو به من نشون بده. اون در حدود 3 ماه ما رو با زبون چرب و نرمش نگه داشت، بعدم فرار کرد رفت خارج. الان 40 روز رفته. ما رفتیم شکایت کردیم، ولی اون که نیست، فایدهش چی؟ کاش گردنم میشکست و تو رو نمیفرستدم دنبال خونه. اگه اون بیوجدان گولمون نمیزد، تا دیر نشده بود میذاشتم بچهش رو سخت کنه. اما الان 4 ماه گذشته، دیگه هیچ کاریش نمیشه کرد. ناراحت نباش، الان دیگه خلاص میشه. خدایا، خودت میدونی که تمام امید من همین یه دونه دختره. راضی نشو پیش آمدی براش بکنه، راضی نشو که بچم از دستم بره. یا خدا، دارم میبینم خاله، خدایا، این بچه اولشه. اگه قرار صدمه ای بهش برسه، بهتر اول جون منو بگیر. دختر چی نیازه؟ خب دیگه تموم شد. اومدم دختر جون، اومدم. بلند شو دخترم، بلند شو، چشماتو باز کن، بلند شو. بلند شو دخترم، بلند شو، گربونی تو برم، بلند شو. خدایا من بچه ما از تو میخوام. بیا بخور این شربتو، بخور حالت جا میاد. سوری پدر. آره عزیزم منم، حالا چطوره بابا؟ بد نیستم، بچه هم کجاست؟ خاله اونو برده اتاق خودش. من میخوام بچه هم ببینم، بگو اونو بیاره پیش من. تو فکر سلامتی خودت باش دختر جون، خالت از بچه مواظبت میکنه. پدر جون مردم. چی شده خاله جون، چرا گریه میکنی؟ با تو هم خاله، چرا گریه میکنی؟ چیزی نیست دخترم، ناراحت نباش. مرده خاله. آره اصلا فکرش رو نکن. تقدیر این بود که بچت به دنیا بیاد و از بین بره. تو باید همه چیز رو فراموش کنی. مگه میتونم؟ باید بتونی دخترم. تو زندگی رو از سر میگیری، واسه که هیچ اتفاقی براش نیفتاده میری دنبال سرنوشتت. من میرم قبرستون ترتیب دفن بچه رو بدم و بیا مواظب دخترت باش. مرا مرد میخونه با رفتن ما همه چیز براموش. به سلامت. ایوا، اتوبوس ها به این زودی رفتن؟ اتوبوس ها زود نرفتن، شما دیر اومدین. آره یه خورده دیر کردم، ما شما نهی نداره. خداحافظ. به سلامت. اونه هاش اونه
باید خیلی مواظب باشی که متوجه تو نشه. میگم آ، این کاری که با بنده مراجعه کردی بوی خون از او بلند میشه. دقیقا اصل جریان با هم بگو دخترم مردم چشم گوش بسه تعریم نکنم. اون 5-6 ماه پیش رفته از من شکایت کرده. اونه که میدانم بابا جان، اخداریه رو خود من انگوش زدم. اصل مطلب را بگو. اصل مطلب اینه که من تحت تعقیبم. تا موقعی که اون شوهر نکرده من مجبورم مخفی باشم. آها، حالا همه چیز دستگیرم شد. برو خیالت راحت باشه. برو ببینم چیکار می‌کنی. با امید خدا یه کاری میکنم جفت ما بریم زندان آب و خنک بخوریم. داریم پیاده میری؟ دیر اومدم، اتوبوسا رفته بودم. توی این هوای گرم که نمیتونیم پیاده بریم. خب چاره چی آقا؟ اگه اشکالی براتون نداره میتونیم با اتومبیل من بیاییم. نه مرسی، مزاحم شما نمیشم آقا. آه چه مزاحمتی دختر جون، بیا سوار شو. چشم آقا. سرافه سوار کردی کجا داری میبری؟ وایسه ببینم. نخه بور آنجا تاکسی داری میاد. آی تاکسی، تاکسی نگه دار، نگه دار. تاکسی جان نگه دار، نگه دار. یه امر خیلی مهمی و قربان تو برم، نگه دار. چیه؟ نگه کن ببین چی میشم. اون اون ماشین سیلی داری میبینی؟ آره. من به تو ساعتی کرایه میدم، هر کجایی که اون میره دا فوری تاری بگیم. آره خطر کنم. آقا آقا وایسا آقا جان، آی بیا تو لخان، آی بیا تو لخان. برم من بایدونه تاقیب بکنم، نه تو. عجب گاه بیاین یارو. دارش خوب بود آقا. آره اما یه خود گروه حساب کن. آقا جو سوار شو. آقا تصدق جناب علی، این ماشین تعقیب بکن، من به تو ساعتی کرایه میدم. بغل دستم که جان نیست. برو برو سوار. چش آتیش کن بریم. بودو جان بکن آقا جان بکن. بودو که بره. آقا چیشون آقا جان. از کارتون راضی هستی؟ مجبورم راضی باشم آقا، چون در اومده پدرم زیاد نیست، مجبورم کمکش کنم. با این حساب از کارتون زیاد راضی نیستیم. ببینم سواد داریم. بله تا کلاس نهم خوندم. خب پس میتونم شغلتون رو عوض کنم. دوست داری این تلفن چیه کارخونه بشین؟ احمد آقا که هست اونو میفرستم حساب داریم. حقوق فعلیتون چقدره؟ با اضافه کار 320 تومن. متصدی تلفن که بشین 500 تومن میگیریم، چون اضافه کارتون بیشتره. اما یه وقت سوء تفاهم نشه، من از تغییر شغلتون نظر بدی ندارم، فقط چون دیدم سواد داریم خواستم بهتون کمکی کرده باشم. متشکرم آقا. خدا حافظ. به سلامت. راستی یارم رفت بهتون بگم، شما از فردا دیگه کارگاه نرین، برین تلفن خونه. چشم آقا. بله بفرمایید. ایشون امروز تشریف نیاوردن کارخونه. خواهش میکنم. الو، ممکنه با آقای صحبت صحبت کنم؟ بله گوشی خدمتتون. الو آقای سهراب، صحبت کنین لطفا. خواهش میکنم. الو، کسی برای من تلفن نزد؟ شما این آقا؟ سلام. سلام، گفتم کسی بهم تلفن نکرد. چرا آقا، 5-6 نفر تلفن کردن، یکی دو نفرم پیغام براتون گذاشتم. اجازه میدین براتون بخونم؟ نه حوصله ندارم، من از دیشب تا الان مریض شدم، افتادم تو خونه. فکر نمی کنم به این زودی ها بتونم بیام کارخونه، چون حالم خیلی خرابه. اگه کسی با من کار فوری داشت بگین تلفن کنه خونه. چشم آقا. بیلی دقیقه اینجا بشین، من الان برمیگردم. چشم آقا. Thank you.
آمرین آقا سلام. خیلی خوشحالم که کسالتون رفت شد. متشکرم. میری کارخونه؟ بله، اتوبوس ما تو میدون وای نیست. منم دارم میرم کارخونه. میتونم سوارت کنم؟ بیا بالا. نه خیلی متشکرم، مزاحمتون نمیشم. بیا بالا، اینقدر تعارف نکن. چشم. که از خونه اومدم بیرون یه قبه نامرئی منو کشون به سمت خونه شما. این بود که اومدم سوارت کنم. لطف فرمودین آقا. ممکن ازت خواهش کنم اینقدر بهم نگی آقا. چشم آقا. از کار فعلیت راضی هستی؟ بله آقا. پس این که قرار بود دیگه بهم نگی آقا. بله آقا، یادم نبود آقا. برای در بودن سوء تفاهم بشه بهتر همینجا پیاده بشی. بله آقا، اینجا پیاده شم بهتره. دخترای کارخونم این چند روز زیاد پشت سر ما حرف میزنن. با اجازه. خواهش میکنم. من شده سر خدا برای رفع سلامتی با من گردم کنم تا عجز کمک بکنیم. والله قسط اتومبیل من عقب افتاد. کسی میز کمک بکنه. به خودم میخوام تلویزیون بخرم، پول ندارم. خدا. یه نفر به من کمک بکنه. میرم اون جدای هر روزی کجاست؟ کدام؟ اون که دو تا چشمش کوره. آره. آها، اون رفته سینما. دو ساعت من اینجا رو اجاره کردم 40 تومن. بس بابا من کمک ندارم. خدا حافظت. بیا اینم ساعت خورد جوان. خدا حافظت بکنه. این که پنیزری بدبخت، من اگه میخواستم پنیزری جمع کنم الان میلیونر بودم. ملت به من کمک کنید، اگه برای شما ثواب نداشته باشه برای من نان کباب داره. ببینم تو جدایی؟ نه تو بیمیری، شریک و اونسیسم. ماریا کلاسم دیشب طلاق دادم. چرا سر خرجی دعوتون شما؟ بد اخلاق بود. ببینم تو جدای همین محلی؟ چطور مگه فرمایشی بود؟ اه این مریم خانم که تو کارخونه بافم دیگه کار میکنه، خونش کجا؟ مریم خانم؟ های مریم جان صبر بکن، فهمیدم. ببین از همین طرف گرفتی از دست چپ در اول. اوخی آخا بود چرچر. حرف که پلو خورد ندارم و اومد کب نمیدارم. چی؟ تمام باشه جوان کب خزارا بود بسید دادا بایستم یه غلب با من بایستم 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 حالا در لباس گدایی تمام کارای این زیر نظر میگیرم، فوری خبر میبرم با آقا، امشب جلیانشم میگم. زنگ برق مرم که بالا کار گذاشتم دوز نباهو خواب از قدیم گفته از دست رو به زنگ مرم که زنگ رو فراموش نکن. بابا به من عجز فقیر علیل کمک بکن. های های مریم جان شما لاله خودم حسن بلی بلی کن. سلام علیکم. بفرمایید این مال شما سفرشی دو قذبم خیلی. پس تبرش کن. ها؟ تبرشو باطل کردم. خب همون باطل شدهش کن. دیدم به دردتون نمیخوره، دادم به فقیر. بله لطفا اینجا رو امضا کنین، اگر این سواد ندارین انگوش بزنین. راستشو بگو چه واقعی تو کارته؟ خواه خیال بد نکن مرفوزین، من چهل به بالا دوست دارم، تو به پست من نبخور. تو ما رو نگفتم داری تعارفتی که پاره میکنی. امضا کن مادمازل، میخوام برم کار دارم. یالا اول ببینم چی توش نوشته، بعد شاید حکم خاص من باشه. ای خدای من، وای خدای من، یه زنه این زیره بخواب میخوری با زیانه. خب طرف مربوطه رو شناختی مادمازل. تو که به قول خودت تو این مدت منو به حد کافی شناختی، دیگه چرا این حرف رو میزنی؟ نمیدونم چی بگم آقا، اما به هر حال برای من مسلمه که ادامه دوستی ما به صلاح هیچ کدوممون نیست، مخصوصا شما. میدونید درد من دردی نیست که با محبت شما از بین بره. ازتون خواهش میکنم از زندگی من بریم بیرون، شاید تا زوده بتونم فراموشتون کنم، اما 4 روز دیگه که محبت بیشتری از شما ببینم فراموش کردنتون برای من خیلی مشکل میشه. ساده تر بگم، من بدی و بدبختی دارم، روزی نشین درد عشقتون این گرفتاری رو زیادتر کنه. بله تو الان میتونی منو فراموش کنی خیلی راحت، اما من چه بکنم که راه برگشت ندارم. تو باید این خودخواهی رو بذاری کنار، یه خوردم به فکر من باشی. من بدجوری گرفتار تو شدم. من اگه گفتم میتونم فراموشتون کنم، جمله‌ای بود که فقط گفتنش آسون بود. خدا میدونه که در عمل چه صورتی به خودش بگیره.
فراموش نکنین که بالاخره منم یه موجودی ام، برای خودم قلب دارم، احساس دارم و خیلی دلم میخواد که یکی رو دوست داشته باشم، اما چی کنم که حق این کارو ندارم. میدونین چرا؟ من هیچ چیز نمیخوام راجع به تو بدونم. من دوستت دارم و به هیچ قیمتی هم حاضر نیستم تو رو از دست بدم. وقت شما رو زیاد نمیگیرم آقا، اجازه بدین دردمو به شما بگم. چی به من میگی؟ شما که انگار داری با معلم شریعتت حرف میزنی. اصلا این حرفو فراموش کن، چون میدونم چی میخوای بگی. تو فکر میکنی چون کارگر کارخونه منی، چون از دنیای ما فاصله داری، عشق ما نمیتونه به ثمر برسه، اما اینطور نیست. عشق فاصله طبقاتی نمیشناسه. ولی به هر حال من باید حرفمو بزنم. فعلا وقت این صحبت نیست. خواهش میکنم گوش کن ببین چی میگم. من فردا میام با پدرت حرف میزنم و اجازه عروسی رو ازش میگیرم. موافقی؟ آره. حالا میخواد بیاد پیش پدرم از من خواستگاری کنه. خب بذار بیاد دختر جون، چرا لگد به وقت خودت میزنی؟ او خیلی خوبه خاله جون، خیلی پاکه. من لیاقت همسری اونو ندارم. ببینم، مگه دوستش نداری؟ بدبختی من همینه که از جون خودم هم بیشتر دوستش دارم. خب اگه اینجوره چرا نمیخوای زنش بشی؟ راستش من سر یه دوراهی قرار گرفتم خاله. اگه حقیقت قضیه رو بشنگم وجدانم تا آخر عمر ناراحته. اگرم بگم اونو برای همیشه از دست میدم، در حالی که نمیخوام اینطور باشه. نمیخوام. خدایا من چه گناهی کردم که داری این همه زیبم میدی؟ آیا عدالت تو همینه که عمل خلاف و یه مرد بی وجدان مرتکب بشی ولی حق زندگی رو از من بگیری؟ نه، این عدالت نیست، این ظلم مطلقه. آروم باش دختر. حالا با این علاقه که بهش پیدا کردی راه برگشت نداری. به اون بالاخره میفهمه که من مزایای یه نو عروس رو ندارم. اون وقت رسوایی به بار میاد، رسوایی. اینو میدونم دختر، اما همونطور که خودت گفتی اون دوستت داره، ممکنه بعضی چیزا رو ندیده بگیره. به هر حال چاره یه درد دینه که باهاش عبا. امیدوارم به پای هم دیگه پیر بسه 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 دست بزنیم دوباد میشم، از درد و غم آزاد میشم، شادی کنی که شاد میشم. شاد امشب شب دوبادیمه، شب عروسی و آزادیمه، موقع رقص و شادیمه. بگینده ایشالا مبارکش با جیبم پر غم ندارم، قصه تو عالم ندارم، هیچی دیگه کم ندارم. بگینده ایشالا مبارکش با دست بزنیم دوماد میشم، از درد و غم آزاد میشم، شادی کنیم که شاد میشم. شب دوبادیمه، شب عروسی و آزادیمه، موقع رقص و شادیمه. بگینده ایشالا مبارکش با عروس با چشمون زیاد بمون ز چشم مهمونا. به من میگه دوماد بیا ایشالا مبارکش با. توجه 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 توجه، چون
عروس خانم خیلی خستن، به اتاق خواب تشریف میبرن. لطفاً مانع سر آسایش ایشون نشوید. عروس خانم ببخشید، بفرمایید دیگه. راست میگی عزیزم، تو بیا بریم بالا، من برمیگردم از مهمونا پذیرایی میکنم. پدر جون با اجازه. برو دخترم، برو استراحت کن، اگه منو ندیدی از حالا خدا حافظ. به سلامت. برو پسرم، به خدا. خب بفرمایید، خواهش میکنم بفرمایید. عذر محترم دست بزنم، همه تو بایی نستی همه شما باید بخورم. دست بزنم، بفرمایید. راه را برای عروسی دو باید خواست کنیم. بفرمایید، ای خدا، ای خدا، یعنی میشه یه روزی من از این پله ها بلندم بالا؟ تو که داری هر روز میری. نه محصولم شد. بسر اون به تو ساق دوشه عروسم تو کجا داری روی بود شمک رو بردار دیگه. چشم. خب دوباره توجه کنید، از خانم ها و آقایان محترم و غیر محترم خواهش من در ظرفای میری و شیری را حتی رو بفرمایم، ولی چیزی با خودشون نبرم. شام نخورده هاشم برن تو حیات. قیل این را بزنجون دارم. خواهش میکنم بفرم. بفرم 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 خواهش میکنم. آقا چند زود اومدیم. چیزی بخونم برای شما. بزرگه شب بود، تو بستان بود، عروسی بود، وقت احوال پرسی را بوسی بود. شب بود، تو بستان بود، عروسی بود، وقت احوال پرسی را بوسی بود. خب حالا چی خواهد داره؟ یه ماچ مرا بخمون کنه. نه خانو چی باشم به جانم یارم؟ آبا شما ای آبا خانو چه خواهد چه خبر؟ سلامتی نوش جون برو بالا. آقا چه ویسکی چانی با کردن خوشی داره میخوره. ای بازم میخواد بخوره. سلام آقا. آقا چیه؟ اون شب شب حساسه، اینقدر مشروب الکلی نخوری ممکنه خیس کنه. من امشب با آرزوی خودم رسیدم، دلم میخواد اونقدر مشروب بخورم تا بهتره کنم. خیلی خوب، آره که میخوای بهتره کنی اینقدر بخور تا بهتره کنی. آقا زیده رو برده بهتره کنم بهتره کنم. آقا زیده بهت خوده تو هم داری اینجا میتونه کی؟ چیه؟ چی میگی؟ جومادت داره با مشروب خودکشی میکنه. بیا بهش بگو یه خودت کمتر بخوره، میترسم خیت کنه با اصلا من گه نواده بشه. نمیفهمم چی رو خیت بکنی؟ قطعا اجازه نمیده واضح تر از این میگم. خودت باید عاقل باشی، همه چیزو بفهمی. بیا جلو، بیا بیا، خیلی جدی باهاش حرف بزن. اصلا از من میشنوی ها همچه رسیدی دوت چشم روزن تو خوشش قربان همه جدن هجله بخور. ازت خواهش میکنم دیگه نخور، میترسم ناراحتت کنم. چشم، هرچی شما بگین سرکار، دیگه نمیخورم. باش که دادی میخوری که خب تصمیم گرفتم دیگه نخورم، اینو دارم به سلامتی تصمیمم میخورم. بخور بس بخور، ممکنه خواهش کنیم دیگه تصمیم نگیریم شادوما. چشم، هرچی شما بگین خانم. والا من معتقدم که بری استراحت کنیم پسر. بله بگو شما خرسی. چشم، هر میرم استراحت کنم. برو مصرف کنم، باید خب خواهش کنم. من دیگه خدا بگی میکنم. موفق باشی پسر جون. موفق باشی. خدایا ازت میخوام اون قدرت رو به ام بدی که امشب همین چیزو بهش بگم. سلام عزیزم. نه فهمیدم تو چرا داری گریه میکنی؟ چی شده؟ مطلبیه که امشب حتما باید بهت بگم. میدونی من کتاب آداب شب زفاف رو سه بار خوندم، میفهمی؟ سه بار. همه چیزو میدونم، تو چی رو خواهی به من بگم؟ نه جمشید، مطلب مهمتریه، گوش کن ببین چی میگم. آره میدونم، باید بسم الله بگم که اگه خدا بهمون بچه داد تخت و سر به هوا بار نیاد. ساب کن حرفمو بزنم جمشید، تو اگه فکر میکنی که من یه دخترم؟ نه من هیچ فکری در باره تو نمیکنم. اصلا تو چقدر حرف میزنی دختر؟ بیا بگی بخواه خواهد همه چیز بهتره. چی عزیزم؟ چی شده؟ با تو هم مریم میگم چی شده؟
من دیشب خیلی مست بود خاله، هیچ چیزو نفهمید، هیچ چیزو. پس چرا ناراحتی؟ ممکنه خیلی از این که کلا سر یکی میذارم، یکی رو فریب میدن، خوشحال بشن، از سرنگشون لذت ببرم، ولی من از این کار متنفرم. برای همینم دیشب چند بار خواستم حقیقت رو بهش بگم و وجدانم راحت کنم، اما نذاشت. حالا که کار از کار گذشته دختر جون، گریه کردن تو چه فایده ای داره؟ چرا داری خودتو ناراحت میکنی؟ یا الله، کسی با چادر نباشه، میخوام بیام تو. چیه؟ چی میخوای؟ بگو خانم تشت دارم، آقا تو خواهد منتظرم. برو بگو داره میاد. چش پشو دختر جون، پشو، شوهرت منتظره ده. عشقاتو پاک کن. کیفت کجا؟ جلو آینه است. بیا، امیدوارم ماه اثر بهت خوش بگذره. نظر شوهرت بفهمه گریه کرد. جنه خدا به سلامت، لبخند بزن خاله جون، لبخند. چشم، از ماه اصل غافل نشو خانم. منو چه میبینه اینقدر شیره نه تو ماه اصلی به دلیه رو بابا خنده با اتومبیل حاضره بانوی من. برای ماه اصل کجا تشریف میبرم؟ ما تشریف میبرم خاطر رامسر را پسر دامت منم، اون وقت تو میخوای بری رامسر؟ فرقی میکنم. چی گفتی؟ هیچ، دارم باها شوخی میکنم. آخه من آقا رو بزرگش کردم، بچه که بود اینقدر پسته نکذاشتم بخلش. بفرمایید سوار چین بانوی من. این بازی رو چی در آوردی جان؟ بنده راننده شما هستم خانم، خواهش میکنم بفرمایید. بفرمایید. اصلا جون مادر خونه باشی، برای ما دعا کن که سفرمون بی خطر بشه. دستت کدام دستو بنداری میفرمایید؟ دستت های میگه دستت، دستت، آخه دستو من چی؟ دستتو جای بدی گذاشتی. اها اوخی، اینجا جای بدیه؟ ما خیال کردم جای خوبیه. پات کدام پات؟ پای راست صبح مرده تو گذشته رو پای چپ من. خب پای چپ بنده رو نمیتوانه بزنم رو پای راست جنابالی که قربان اصلا پای چپ من میرسه به اونجا. چی آقا چرا داد میزنی؟ خانم جان جنابالی از قبرستان فرار کرد، اینجور چیزه رو بهتر میفهمی. وقتی من اینجا بنشینم میتوانم پای چپ من رو بزنم رو پای راستی؟ پاشو له کردی. حالا تمام دنیا اگه جمع بشه من بیم بگوینا اگر این توفه زیر بر رفت. آقا یواشتر اونجا رو ببین، نوشته سکوت و رعایت فرمایید. ولی من که از این چیزا سر در نمیارم. گرفتاری شدم، بلند میگم یواش بگو، یواش میگم بلند بگو، آخه من با چه سازی جنابالی برقصم؟ بابا جون تو کله خرابه. خانم من میرم بعد از ظهر میام. مانعی نداره. چیشیلا مانعی نداره خانم، بعد از ظهر نیام من وقت ندارم. بی خورن افیاد اینجا. آقای دکتر میتونم امیدوار باشم؟ خیلی متاسفم خانم، کسی که بچه اول شما رو به دنیا آورده اطلاعی از علم پزشکی نداشته، در نتیجه رحم شما صدمه دیده. فکر نمی کنم دیگه بتونین حامله بشین. یعنی معالجم بکنم نتیجه نمیگیرم؟ به این زودی ها خیر. پس ازتون خواهش میکنم از بچه اولم چیزی به شوهرم نگین، اون هنوز از بچه دار شدن من اطلاع نداره. هر طور میل خودتونه، من میتونم این موضوع رو به عنوان یه راز پزشکی برای همیشه مخفی نگه دارم. درباره حامله نشدن منم امیدشو قطع نکنید. اگه براتون امکان داره بگین ظرف یکی دو سال. این یکی هم به چشم. بفرمایید. خواهش می‌کنم بفرمایید. نتیجه معاینه رضایت بخش بود دکتر؟ خیر، متاسفانه باید بگم خانم تا مدتی به علل پزشکی باردار نخواهند شد، ولی به هر حال معالجه میشن، ناراحت نباشید. نه، من اگه میدونستم همچین وضعی پیش میاد هرگز پیشنهاد نمیکردم بیای اینجا. برحال اینو بدون که این موضوع کمترین خدشهی به عشق و علاقه من وارد نمیکنه. این حرف از همین به قلب میزنم عزیزی، باور کن. آقای جمشید خان بفرمایید، این نسختون، دستورشم زیرش نوشت. متشکرم. دو سه هفته دیگه باز با من تماس بگیرید. چشم، حتما. متشکرم عزیزم. مرسی. خواهش میکنم. مرمت زیاد.
آقای دکتر، ولی نفر بعدی منم دیگر از منگه کسی اینجا نیست. بنده متخصص امراض زنانه. آو پس ببخشید، بنده صاحب امراض مردانه. خدا حافظ. خاله جون، این چند روزه رو گرفتار بودم نتونستم بیام پیشه. دیشب پدر جون بهم گفت شما مریضی. آره دخترم، سه چهار روزه حالم خیلی خرابه، میخوام برم به کابوس امام رضا، اونجا بمونم تا این چند روز عمرم تموم بشه. نه خدا نکنه خاله جون، من برات بلیت طیاره میگیرم، هر قدرم پول بخوای بهت میدم روونت میکنم بری زیارت، به شرطی که زود برگردی. باش. اما قبل از رفتن باید یه مطلبی رو برات بگم، چون من دیگه آفتاب لبه بومم، ممکنه پام به مشهد نرسیده تموم کنم. این حرف رو نزن خاله، ناراحت میشه دخترم. قبل از اینکه بچه به دنیا بیاد من و پدرت نشستیم با هم صحبت کرد، دیدیم ممکنه وجود بچه مانع زندگی و خوشبختی تو بشه. این بود که به تو گفتم بچه مرده. یعنی الان بچه من زنده است؟ آره عزیزم، اون زنده است، توی یه پرورشگاهه. بچه منو بعد از 6 سال به این برگردونی. بومه جون، این خانم راست میگه، من دخترشم. آره کوچولو، اون مادرم، ما چشم. اگه مادر منه چرا تو امروز نیومده سراغ من؟ من نمیدونستم تو اینجایی عزیزم، من فکر کردم رفتی بهشت. من هیچ وقت بابا جونم رو تنها نمیذارم برم بهشت، اون هفته صورت میاد اینجا برام اسباب‌بازی هم میاره. پدر جون بریم اجازهشو بگیریم اینو از اینجا ببریم. نه دختر، صلاح نیست ببریش، ممکنه شوهرت ده. سعی میکنم نفهمه. سید باش، بریم، دیر میشه. بریم بریم نه؟ شما که می رفتون که خانولا نمودو. خب پیشرفت زمان دیگه. بجون که کار بیم. اینقدر دست باچه ای؟ دست باچه نیستم، عبه دارم. سلام عزیزم. سلام. حالت چطوره؟ مرسی، بد نیستم. راستی یه سورپرایز برات دارم. چه سورپرایزی؟ صبح یه مقدار کادو خریدم، با پدرم رفتم پرورشگاه.
اونجا یه بچه دیدم خیلی ازش خوشم اومد، آوردمش خونه. خیلی خوب کاری کردی. اتفاقا خود منم مدتی بود میخواستم این کارو بکنم. حالا کجاست؟ میخوام ببینمش. تو اون اتاق نشسته داره با پیانو بازی میکنه. بریم. یکی با من بگه سرپرایز یعنی چی؟ تو حرف نزن. این آشش. سلام، سلام دختر مامانی. سلام. بیا بغل من ببینم عزیزم. نه، اگه حساب نداشتی منو بذارین زمین. چرا؟ گفتم منو بذارین زمین. آخه چرا؟ مگه چی؟ خواهش میکنم منو بذارین زمین. خیلی خوب، پس همینجا وایسم. مامان، آقا کی باشن؟ یه چیز دختر مردم رو میبوسن. این آقا شوهر من عزیزم، چطور مگه؟ اوه، عجب، اوه عجب شوهر تو دلپرهی داری. خودتو نگیری یا زن تسته قشنگ تره. اصلا جفتتون با سلیقه این. اجازه هست منم با خانم. مرسی خانم کچلو. اصلا بازی ها مال خانم کچلوه؟ بله. الان میگه خوبه ولی خوب کمه. خوبه ولی کمه. یادت باشه بعد از اون خودشو برداریم بریم هرچی که دلش میخواد براش بخریم. چشم. راستی اسمش چیه؟ اسمشو گذاشتیم تیلا. تیلا؟ آره، آخه تیلا انگشتی خوب بازی میکنه. نه نظره. آره عزیزم. خیلی خب بریم نهار بخوریم. بریم، ولی من بعد از نهار باید برم. کجا باید بریم؟ پرورشگاه. آخه فردا روز تولد منه. اونجا برام جشن تولد میگیرن. نه تو نمی. ما همینجا برات. سلام علیکم. سلام خانم. خیلی خوش تبریک میگم. خواهش میکنم. شما هم بریم تریم کشیم. منم برم.
با اجازه میدم جواب تلفن رو بفرمایید. خب قربان محترم آقا رفتارا میتونیم حمله رو شروع کنیم. بفرمایید. اجازه بدید. خجالت بکشین بخورید. الو الو بیا پایین عزیزم، مهمونا دارن میرن. کجا؟ چرا به این زودی؟ باید میرم. نه دیگه دیگه میشه، باید بریم با اجازتون. خدا حافظ شما. ببخشید مزاحم شدم. خدا حافظ. آقا من جا رو تون نمیدونم. خدا حافظ. خدا حافظ. خوش آمدون. متشکرم. خدمت شما. خدا حافظ. خوش آمدون. خدا نگه. من یه همدار چاره کنیم. محبت کنیم. خدا حافظ همه. خدا به سلامت. مشرف بندید. خیلی لطف کردی. بریزی جه خیلی خوب بابا چون حالا که مهمونه رفتم میتونم برسکم بازی کنم. آره قربونت برم. آره به 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 چه اولاد قشنگی، چه سگ سفید مامانی، چه عروسک نایی. به 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 بابا چون همه اینه رو بسی منو بردم. آره عزیزم همه رو باشه تو بردم. یه چیز خوشگرم من برای تو خریدم. بازش کن ببینم چیه. بس الان بازش کنم. مبارد اصلا برو تلفن رو بیار پایین ببینم چیه. دیگه بلند شو. اومد یه کاله خیال زهرم آخونه محضوری من این میذارم رفتم. آه این یه دوربینه فیلم برداریه، نگاش کن عکس آدم رو میگیره. چه نازه، بیا عکس منو بگیر. چشم بذار سوارش کنم. بابا جون تو به عکس منو بگیره. خودش این کارو میکنه قربونت برم، لازم به سفارش نیست. آره بابا جون خودم عکستو میگیرم. نکن جاش انتخاب کنم. آها بریم اونجا، اونجا خوبه. خب بشین اینجا. کی بود اصلا؟ هرچی گفتم الو الو خیش رو نگفت. خیش بر خیش بر کی داری میگی؟ خود شو آل بکن مبخشی اصلا برو بشیم شه تیلا. آمدم آمدم رفتم نشستم بقربه نشستم. خب حالا با هم حرف بزن. من آتلو هستم. تو دزدمونه از دزدمونه دستوالمو بده و لاشم را میخوشم و فرو میخوشم. حسینا میرم به جدگاه حمایت خاله بده شکایت میکنم. اوه بابا زمان آتلو که دارگاه حمایت به خانواده بده بود آقا من نیستم بابا جون این بلد بود. به من هم یاد بده فیلمتونو بگیرم. خوبه بابا فیلم برداریم میخواد یاد بگیره. چه خیلی پاپا؟ آه خیلی ساده است دختر جون. این کلیدو میزنی خود شروع میکنه به فیلم گرفتن. خودکاره. ده خودکاره من به خیالم خودنویسه. کنار وایستا من از چی نگاه میکنم. خب حالا شما دوتا اونجا بشینیم از فیلمتون بگیرم. ای به چشم جمشید بیا عوضشو نگاه کن. خب ما حاضریم. شما چی بکن عزیزم؟ چی رو کن؟ علکی نشینیم دیگه، یه خود عاشقانه به هم نگاه کنیم. آخه جلوی پدر بزرگ بده. پدر بزرگ چشتو ببن. یه بار اصلا میرم پاپا جون، امشب تیشیت دارم باید زود برم. فعلا خدا حافظ شما مرمت. به سلامت. خدا حافظ. خوش آمدون. اینو جون گذبونید برم بابا. خدا حافظ. خدا حافظ. ما که من هم طلبه. خدا حافظ. سرده میپیشنم پدر بزرگ. آره حتما میام. برو دیگه. حالا همدیگر ببوسیم میخوام کلیدو بزنم. یه دقیقه صبر کن ببینم کی زنگ میزنه. خب اولا تو رو دیر وقت فیلم تو رو بگیرم. الو لبخند. الو الو حالا تو پشت کاباچون بشینه فیلم اونو بگیرم. حالا شما بلند شو برو اون بشین. بله شما بفرمایید. یا الله چرا همچین اولوغ نشستی؟ یه خود لبخند بزن. لبخند یه علاقه به این قشنگی نایده. الو من همونم که چند سال پیش قرار بود باقی نازی آباد در اختیار تو بذارم. یادت اومد؟ الو الو کار مهمی باهات دارم ولی میدونم جلوی شوهرت نمیتونی حرف بزنی. بنابراین قرارمون فردا ساعت 10 صبح تو پارکینگ هتل هیلتون. دیگه چی میخوای از جون من؟ تو که همه چیزم ازم گرفتی. من وقتی از اروپا برگشتم یکی رو مأمور کردم که مثل سایه تعقیبت کنه. در نتیجه همیشه از جریاناتی که برات پیش میومد با خبر بودم. از جریان عشقبازی تو اون جوون، از جریان عروسیتون،
از جریان دکتر رفتن تو برای حامله شدن و الاخر حتی میدونستم که پدرت برای دیدن نوش که دختر من باشه هفته ای چند دفعه به پرورشگاه میره. هیچ کدوم این چیزایی که گفتی دلیل این نمیشه که تو مزاحم من بشی. گوش کن ببین چی میگم. تا اینجای قضیه از نظر من اشکالی نداشت، چون هر وقت اراده میکردم میتونستم برم پرورشگاه بچه‌مو ببینم. اما وقتی تو بچه رو از پرورشگاه گرفتی بردی خونه دیگه نتونستم طاقت بیارم. این بود که به تلفن کردم با من تماس بگیری. از کجا ادعا میکنی که اون بچه مال توی؟ دلیل دارم خانم، بی خود که نمیگم. روزی که خالت بچه رو آورده بود پرورشگاه بذاره اتفاقا من اونجا بودم. میدونی من 11 تا بچه تو پرورشگاه های شهر دارم. اون روزم تازه از اون گفتی دلیل این نمیشه که تو مزاحم من بشی. گوش کن ببین چی میگم. تا اینجای قضیه از نظر من اشکالی نداشت، چون هر وقت اراده میکردم میتونستم برم پرورشگاه بچه‌مو ببینم. اما وقتی تو بچه رو از پرورشگاه گرفتی بردی خونه دیگه نتونستم طاقت بیارم. این بود که به تلفن کردم با من تماس بگیری. از کجا ادعا میکنی که اون بچه مال توی؟ دلیل دارم خانم، بی خود که نمیگم. روزی که خالت بچه رو آورده بود پرورشگاه بذاره اتفاقا من اونجا بودم. میدونی من 11 تا بچه تو پرورشگاه های شهر دارم. اون روزم تازه از اون میخواستم چند تا از بچه هامو ببینم. خوشبختانه خالت اونجا دیدم و همه چیزو فهمیدم. دیشب وقتی گوشی تلفن رو گذاشتم از خجالت نتونستم تو چشمای شوهرم نگاه کنم. این بعد از 6 ماه زندگی کردن با من برای اولین دفعه نسبت به من مشکوک شده بود. موضوع تلفن دیگه تکرار نمیشه، اما شرطش اینه که همین امروز بچه رو تحویل من بدی. خب خونه ما رو که بلدی، بعد از ظهر وقتی شوهرت میره بیرون بچه رو میاری خونه. اگه بچه رو نخوام برم چی؟ گرون برات در میاد، چون من حداقل 200,000 تومان میخوام تا از بچه چشم بپوشم. البته این پولو خیلی راحت میتونی از شوهرت بگیری. ولی آخه چرا؟ یه بچه که اینقدر ارزش نداره. من غافلگیر شدم. بعدم به زبونی بی زبونی بهم فهمون که یا بچه رو باید بدین یا 200,000 تومان پول نقد. خدایا چه کنم؟ چه خاکی به سرم بریزم؟ چرا این بی همه چیز دست از سر بچه‌م بر نمی‌داره؟ چرا میخواد خوشبختی این دختر رو زیر پاش له بکنه؟ به هر حال ناراحت نباش دخترم، اگه این دفعه با تو تماس گرفت بفرستش پیش من. من به پاش میفتم، گریه میکنم، ایز التماس میکنم تا راضیش دست از سر تو برداره. این فکر رو از سرت بیرون کن پدر، اون نمیاد پیش تو. پس نشونی خونش رو بده، خودم بعد از ظهر میرم سراغش. خیابون صدف شماره 28. راستی جمشید میدونه که تو اومدی اینجا؟ نه پدر، من به اون هیچی نگفتم. پس زودتر برو، ممکنه یه وقت خیال بد بکنه. بسیار خوب پدر، خداحافظ. به سلامت، خدا به همراهت. خدایا خودت کمکش کن. حالا بی نگه هی خلوانی یا خلوانی. برو بابا، تو هیچ گلی نمیشی. من خودت دست بخورم. برو. حالا چرا قهر میکنه؟ یه چیز دیگه بگو بنویسم. بنویس نون. سنگک یه تفتون. لا لا نه لا استخباره نه. او مسی ماما سلام. سلام بچه ها، چی کار میکنی؟ هیچی دارم انگلیزی میخونه. سلام بچه ها، دارین تو سالن درس میکنی؟ خب ما فارغ و تحصیل شدیم الحمدلله. خب تا حالا کجا بودی؟ خونه بابا. مثل اینکه بابات روزا ساعت 1 میاد خونه. من صبحم چند دفعه تلفن کردم ولی نبودی. آره صبحم حالم خوب نبود، رفتم دکتر. خب خوب کاری کردی. بگو نهار حاضر کنن چون خیلی گرسنه‌ام. چشم، همین الان. الو، من جمشیدم دکتر. سلام. سلام جمشید خان، حال سرکار چطوره؟ به مرحمتتون بد نیستم. ببینم، ناراحتی خانم شدید که نبود؟ خبر تازه‌ای میشنوم، مگه ناراحتی داشتن؟ آره، میگفت صبح اومده پیش شما. نه خیر، پیش من نیومده. متشکرم. یعنی ممکنه این با یکی در ارتباط داشته باشه. با اونو بره خونه پدرش. اینقدر روزنامه ها می نویسن که زنی به جرم خیانت به شوهرش به قتل رسید. باز انگار نه انگار. اونایی که پارانوشون کرده سیه خودشون رو میرن. اینجا نوشته یه زن با یه مرد ارتباط داشته، اونو میبرده خونه باباش، اونجا با هم خلوت میکردن تا یه شب شوهرش سر میرسه، اونا رو توی یه رخت خواب با هم میبینه، دخل هر دوشون رو میاره و
واقعا عجب روزگاری شده. آدم شاخ در میاره. روسیا بریز. بریز که دارم کو میگیرم. شاش شاش بفرم. فرمونه تو. بخور که بیشتر گل بگیری. دوبا میرم جنگی کارش با. شاش. پدرش هم موزه رو میدونه. شما این جمع که خواهی سلام دیره مفتاقه باش. بگو ببینم دختره چه چی رابطه داره. بگو بگر من خفت میکنم. رابطه چیه پسر جون؟ اولین دفعه یه که این حرفو میشنوه. حرف بزن پیره مرد کسیف. من همه چیزو میدونم. فقط کسی که داره زندگی منو از هم میپاشه نمیشناسم. یاله بگو اون چیه؟ والا اشتباه میکنی. تو عرق خوردی از حال طبیعی خارجی. حرف بزن بگم میکشم. چیزی ندارم بگم پسر. به خدا هر فکری درباره دختر من میکنی اشتباه. حرف بزن اون دهن کسی به تو با کنی. حرف زدن نداره. یه وقت میمیره کار دستتون میره. به دقیق چه میمیره؟ اگرم نمیره خودم میکشمش. آخه چرا؟ مگه این بیچاره چی کار کرده؟ خواهش میکنم شما تو کار ما دخالت نکنین. به هر حال اینو بدون پیر مرد کثیف که بالاخره قاتل تو و دخترت من هستم. میفهمی؟ قاتل تو و دخترت منم. یادت باشه که این حرفو بهت زدم. یکی بلند میشه میاد کاغه شما. آقا آوردمش. چمدونتون رو بستم اینم اضافی آوردم. بالاخره نگفتی کجا میخوای بری؟ میرم اصفهان چند روز کار دارم. منم با خودت ببر. من که برای گردش نمیرم. کارای تجارتی دارم. اصلا انگار تو ناراحتی چته؟ نه اتفاقا خیلی هم سرحالم. ولوله کمر در اغلب میشه. الان که زن شوهر بود پرم به هم خفه شد به تو چون اگه فضولی خب دیگه ساعت حرکت هواپیما نزدیکه باید بریم از سلا را بیفت چش ما الان 21 سال چیله شما خدا بس خدا بس ما بزرد برگرد خب من دیگه رفتم به امون خدا خدا پشت و پناهت باشه خدا بس خدا تینا جون خدا حافظ من مرم برم معلوم نیست من این چمدونو باید ببرم یک چمدون من شما موضوع برای با گوشن نکرد شما بفرمین من داخل تیاره دیگه مثل اتوبوس صرف نباشه باشه آقا سب کنم هم بیان آقا خیلی خوب رفت بریم بهت بگم چی کار باید بکنی خانمی میگه با شما صحبت خصوصی دارم بذار بیاد بینم چی کار داری من باید بفرمم از خصوصش چیه یاد رد شد بله بله بودی بزمی چک سلام عرض کردم خانم این عدت من نمال سرگر چی دور مرمازی مانم علیکم ببین فاتی برو لباسم از لباسشون بگیر با تو از سلو تو هم دنبال پسی من دیگه کجا ببرم برو دنبال نخودسیه دیده که رو میبرزیه دوره برای که نخودسیه نده من یا اچر من در پیچی جمعه شل شده برو سفتش کن هده نیست بکاره چقدر حرف میزنه خیلی خوب حالا میتونی حرفتو بزنی با چش چش خانم جان ارزم بزرگ از مستقبلی آی هرمز خان گفتن که امشب دستور بفرمایید کلفت نوکر آشپز شما زودتر کپی مرگشانه بیزنن ایشان سر صدقه تشویش میارن بچرم میبارن مگه پدرم باش صحبت نکرده؟ چرا؟ صحبت کرد اما کوشش شنوا کجاست؟ بسیار خوب برو بهش بگو بچه رو شوهرم برده اصفهان هفته دیگه میاد ولی ما الان فرودگاه بودیم داشتیم زخزیه شوهر شما رو چوبکاری میکردیم دیدیم ایشان تنها تشبیه گفتم بچه اینجا نیست اب نیست که نیست خانم جان آبر کشتن که دردتن نداره اصلا با من که شما تشر میزنی من نه سر پیادشم نه ته بازارچه الان میرم این فرمایش جنابالی رو بیشان میگویم اگر قبول کرد که کرد اگر نکرد مجبورم بیشان بگویم به درک وای وای خب رسیدیم مامان بالاخره نگفتی کجا میریم میریم خونه پدر بزرگ تو همینجا میمونی تا پاپا از اصفهان بیاد پیاده شو ای کلک میخواستی سر من شکولا بیزاری هم الان میرم باها گزارش میدم با چرا کجا مخفی کردی چرا گیر کردم اینجا اینجوریه این چرا درش یه طرف هست بیا منو بکش تو ببینم بودو کمر من درد گیره فاجه خودتو بکش تو یک دو سه
وای ملاج من مردم یا زنده؟ زنده. اسم و فامیلیتون رو بنویسید. بفرمایید. خب حالا دیگه چی بشه؟ اما خلوص اسم بسته شد. نه از خلوص هایی که ما بلنگ کفش میزنن تو سره. شش شش خلوش هم میشم. باشد گوگولی گوگو هم میکنم. گوگولی گوگو یه خود با حالتر. آخه دختر جو من در وقت خروج شدنم گذشته. خیلی خوب اومدم بچم ببرم. دیروزم که بهت گفتم من نمیتونم از بچم صرف نظر کنم. ازتون خواهش میکنم این بچه رو فراموش کنیم، وگرنه جمادم همه چیزو میفهمه و دخترم رو طلاق میده. میفهمین طلاق؟ من برای این کار حاضرم حتی پاتونو بریزم. برو کنار پیر مرد سمش. خواهش میکنم ازتون وقت منو بیخودی طرف نکن. نه من ولتون نمیکنم. باید خواهش منو قبول برم. خدا رو خوش نمیاد زندگی دختر منو متلاشی نکنید. میدونم برای سوال و جواب آمادگی ندارین، ولی مجبورم که سوالاتمو مطرح کنم. خواهش میکنم.
بفرمایید که شما در مورد قتل پدرتون به چه کسی زنین هستین؟ متاسفانه زنم به کسی نمیره. فکر نمی کنید که مقتول دشمنی داشته که مرتکب این عمل شده؟ والا نه، فکر نمی کنم. شما چه وقت از جریان قتل اطلاع پیدا کردین؟ پدرم مستاجر ایشون بود. صبح حدود ساعت 9 ایشون به من تلفن کردن که پدرت به قتل رسیده. پرونده که کلانتری محل تنظیم کرده حاکی از اینه که قتل در حدود 10 شب انجام گرفته. ممکنه بفرمایید چرا دیشب هیچ کارمتون منزل نبودید؟ همانطور که در کلانتری هم عرض کردم، من مامور انتظامات بانکم. یه شب در میون کشیک دارم. دیشب هم تو بانک سر پاست خودم بودم. خواهرم هم تا دیروز در مسافرت بود. ساعت 11 شب برگشت خونه. خب خانم، بفرمایید ببینم. وقتی شما وارد خونه شدین، در خونه باز بود یا بسته؟ بسته بود آقا. من با کلید بازش کردم، رفتم تو، دیدم چراغ اتاق اون خدا بیامرز روشنه. رفتم تو، سوغاتیشو بهش بدم، دیدم جنازش کنار تخت خواب افتاده. شما هیچ اطلاع ندارین که مقتول دشمنی داشته یا نه؟ والا اون خدا بیامرز آزارش به یه مورچه هم نمیرسید. چطور میتونست دشمن داشته باشه؟ ولی چی؟ با شما خانم، ادامه بدیم. والا چند روز پیش شوهر خانم اومده بود خونه ما، یقه اون خدا بیامرز گرفته بود و میگفت میکشم. اگه من و داداشم نرفته بودیم جلو، خفش کرده بود. از چی ناراحت بود؟ والا من نفهمیدم. همینقدر میدونم یه روز شوهر خانم مست کرد اومد خونه ما، شروع کرد به هوار کشیدن. بعدم فرید به اون پیرمرد بیچاره، میخواست خفش بکنه که ما سر رسیدیم سوارشون کردیم. شما از این موضوع اطلاع داشتین؟ نخیر، راست میگن، ما بهشون چیزی نگفتیم. راستی یه چیز دیگه یادم اومد. شوهر خانم وقتی داشت از خونه ما میرفت فریاد میزد که بالاخره میکشمت، قاتل تو و دخترت منم. ممکن شوهر من این کارو کرده باشه، اما نه، اون نمیتونه آدم بکشه. در این جور کارا هیچ چیز غیر ممکن وجود نداره خانم. لطفاً بفرمایید که شوهرتون الان کجاست؟ با شما خانم. پرسیدم شوهرتون الان کجاست؟ اون دو روز پیش رفت اصفهان. به من نگفت کی برمیگرده. بسیار خوب. لطفاً هر وقت برگشتن فوراً به من تلفن کنین. چشم. خب دیگه، خدافظ. به سلامت. معذرت میخوام که نتونستم پذیرایی کنم. خواهش میکنم خانم. به سلامت آقای رئیس. شما زحمت نکشید خانم، خودم میرم. خدافظ. خوش اومدین خانم. چرا بهش نگفتین که اون شب بچم تو خونه بوده؟ دیگه این حرف رو تکرار نکن، کسی نباید بفهمه بچه اونجا بوده. جانم من حرف نزنم. چش. چرا بخ کردی دخترم؟ مگه تو مادر نداری؟ خدا میدونه که چقدر برای دل با پس بودم. چرا حرف نمیزنی دخترم؟ من مامانتم، با تو هستم، منم مامانتم. تیلو جون چرا حرف نمیزنی؟ اینجا هیچی نمیگه، چی بلایی سرش آوردی؟ خیلی متاسفم، به تسلیت میگم. پیرمرد بیچاره رو بدجوری کشتم. بگو بدجوری کشتم. افسوس که من به خاطر این بچه هیچی نتونستم به پلیس بگم، وگرنه تو الان کنج زندون بودی بدبخت. نه اینطور نیست. تو برای این به پلیس چیزی نگفتی که میدونستی قاتل پدرت من نیستم. نه خیر، فکر کردم اگه اسمی از بچه بیارم من همه چیزو میفهمه و طلاقم میده. البته مالندیشی تو خیلی خوب بود، برای قاتل پدرت من نیستم، شوهر عزیزته. چی؟ شوهر من؟ نه، اون آدم کش نیست. اما چرا؟ صابخونه میگفت اون اومده بود خونه ما، پدرتو تهدید به قتل میکرد. پس تو این حرفو شنیدی و بازم اومدی سراغ من؟ ولی اون الان 4 روز رفته اصفهان، هنوزم بر نگشته. روزی که من برات پیغام فرستادم که شب میام بچه‌مو میبرم، پدرت به من تلفن کرد که بچه پیش منه. من شب رفتم خونه‌شون بچه رو بگیرم، دیدم شوهرت وحشت زده از اونجا داره میاد بیرون. رفتم دیدم بله، پدرتو کشته و فرار کرده. آخه اون که رفته بود اصفهان. واقعا که چه زن ساده ای هستی. طیاره حد اکثر یه ساعته میره اصفهان، یه ساعت هم برمیگرده. خدایا، یعنی ممکنه جمشید این کارو کرده باشه؟ اون فکر میکرد که تو بهش خیانت میکنی. واسطه کارم پدرته، این بود که اونو از بین برد. و حالا نوبت بچه است، بعدم نوبت خود توه. من اومدم تیلا رو از اینجا ببرم، حالا چیکار کنم؟
بردنش اشکالی نداره، ولی پیش من بمونه محبوس‌تره. قبول کن. من دلگیر نباش، مجبورم ترکت کنم. هرچی خاطر خانم باشه الا اینکه اینجا نباشه، اگر گرفتار دلی دلش حلوم مانم باشه، اگرم باشه میونه باشه، اگرم باشه میونه باشه. هرچی کار دیله الله که روزوانم باشه، اگه منو دوست نداره الهی تو دنیا نباشه. من عاشق خوشگل لشم چه نباشم، بالای قطو و لشم چه نباشم، مرده خودم بارو دعا کن که این آمده وگرنه بارو دینم باز قیافه. خیلی خوب،
نامرد آخی یکی که بیان بیرون حساب رو نبرستم نامرد آقا جون دوایی هم بیرون ولگرداست بس این کارا چیه؟ آخ قربان تو برم این حق ندارم مامان دعوا کنم من زرنگ اینجام قربان تو برم خیلی خوب خیلی خوب بشن انقدر دنبال شهر هر شب از من حساب رو دوباره بارو میگیرم منو باید بیندازم بیر خیلی خوب فرشا بیم پیدا من برم این صاحب اینا رو برسیم دیگه قربان اخه تو چی میگی به من اصلا خیلی خوب حالا که میخوای بری برد میرم خیلی خوب خیلی خوب اما ول کرد من آقا بیم چی میگم وایسا میگم آبا مرگ تو با جان عزیزت فقط به خاطر گلروی تو امشب کتا میام ولی تو بیمیری به مرگ تو اگه فردا شب من از دست اینا کتا بیام باشه حالا بیبین امام میگم آه میشه که با یه جای هم دیگری دیدیم قبلا کجا دیدیم نه تو اشتباه میکنی بیا اسم من جمشیدی جان من تو جمشیدی منم بالزم هم قربان من دیگه باید برم تو مسئله رفتن ولشون تصدق تو برم ولی من کار دارم تو امشب حساب میز من دادی منم باید تلفیش در بیارم هنوز نان نمک تو گلوی منه تو باید بیای خانه من تا من یه سری رو برای تو افشا بکنم خیلی ازت ممنونم ولی نمیشه همینجا برام بگی نه جان تو بیا اونجا خیلی خبر است اخون آقایی که من براش کار میکنم یه بچه از خانه پدر خانم داورده ایوانکی ماته ببینم نفهمیدی اون بچه از کی تا حالا لال شده والا هرمز خان میگفت از وقتی که پدر بزرگش جلو چشمش کشتن ایوانکی لال شده آخه پدر بزرگی یه بچه اینقدر جلو چشمش کشتن من تو مسیح همه چیز اصلا بروز میدم بازجویی کوتاه همه چیز روشن میشه. اگه دنبال قاتل پدر زنم میگردیم باید بهتون میگم قاتل همون کسیه که شما رو با تلفن کشید اینجا. خب حالا بگید ببینم شبی که قتل اتفاق افتاد جناب علی کجا بودید؟ اصفهان هتل علی قفو. بله بله اینو کاملا میدونم. من روزی که برای پاره تحقیقات به اصفهان رفته بودم اسم شما رو در دفتر هتل دیدم. ولی شبی که قتل اتفاق افتاد در هتل نبودین بلکه ظهر فردا رفتین اونجا میتونین بفرمایین چرا؟
برعکس، من اون شب تو هتل بودم، منتها چون خیلی دیر وقت رفته بودم بخوابم، سعی کردم ورود من توجه کسی رو جلب نکنه. بله، اخلاق و ادب باشی میکرد که نذارین نصف شب کسی از خواب بیدار بشه. اما اسم جناب عالی در لیست مسافرین فرودگاه اصفهان در اون چند روزی که شما اونجا اقامت داشتین 4 بار ثبت شده، یعنی 2 بار از تهران به اصفهان رفتین و 2 بار هم از اصفهان به تهران اومدین. شما این موضوع رو قبول دارین؟ من در اصفهان برای انجام یه معامله به شناسنامه احتیاج پیدا کردم. این بود که اومدم تهران و بدون اطلاع زنم شناسنامه‌مو برداشتم و رفتم. منتها خب به علل اون معامله انجام نگرفت. شما این کلیدو می‌شناسین؟ نه خیر، نمی‌شناسم. ولی ما می‌شناسیم. شما در شب حادثه با این کلید در خونه مخروض رو باز کردین و داخل شدین. اما پس از انجام عمل قتل کلید رو انداختی تو راهرو و فرار کردید. عرض کردم من این کلیدو نمی‌شناسم. طبق اظهارات صاحب خانه مقتول این کلید اصلی در خونه نیست، بلکه کلیدیه که به دست یک کلیدساز ماهر ساخته شده. توباله چه هست کنم؟ شاید بگید کلیدساز بیا تو. این کلیدساز در حوالی منزل مقتول مغازه داره. طبق اظهار خودش این کلید رو به دستور یک جوان ساخته که مشخصات شما رو داره. سلام علیکم. سلام. ببین ایشون همون کسی هستن که دستور ساختن کلید رو بهت دادن؟ خوب نگاش میکن. بله قربان، خودشه. بسیار خوب، میتونی بریم. خدا حافظ. به سلامت. آقای رئیس، من قسم میخورم که قاتل نیستم. حقیقت قضیه اینه که من نسبت به زنم مشکوک شده بودم و فکر میکردم اون با یکی رابطه داره و تو خونه پدرش با اون شخص ملاقات میکنه. این بود که مسافرت اصفهان رو بهانه کردم که بتونم در یک لحظه حساس وارد اون خونه بشم و خیانت زنم رو به چشمم ببینم. اما وقتی با استفاده از کلیدی که برام درست کرده بودن وارد خونه شدم و رفتم تو اتاق، جنازه پدر زنم رو دیدم و از ترس فرار کردم. ادامه بدید خواهش میکنم. ما چندی پیش یه بچه از پرورشگاه آوردیم خونه. این بچه ناظر صحنه قتل بوده، اون الان تو خونه قاتله. شما میتونید دستور بدین بچه رو بیارن اینجا تا حقیقت مطلب رو براتون روشن بکنه. خیابون صدف شماره 28، آدرس منزل همین شخصی که نمیدونم برای چی مرتکب این جنایت شده. ولی خانم شما از بچه اسمی نیاوردن. بله درسته، علت سوء زن منم همین موضوعه. خدا میدونه که بین این بچه و خیانت زن من و به قتل رسیدن پدرش چه ارتباطی هست. البته من دستور میدم بچه رو برای بازجویی بیارن اینجا، ولی تا روشن شدن قضیه متاسفانه شما بازداشت هستید. سلام جمشید. برای چی اومدی اینجا؟ اومدی بیشتر از این ناراحتم کنی؟ اومدی گرفتاری منو ببینی و خوشحال بشی؟ با اینکه میدونم قاتل پدر بیچاره من تویی، تا شنیدم بازداشت کردن اومدم ببینمت. قضیه قتل پدرت به زودی روشن میشه، چون تیلا زبون باز کرده، دیگه میتونه هرچی رو که دیده بگه. اما چیزی که هیچ وقت روشن نخواهد شد خیانت تو به منه. من هیچ وقت به تو خیانت نکردم جمشید، هیچ وقت. چون دنیا برای من خلاصه شده در وجود تو. چیزی که باعث سوء زن تو شده رازیه که تو زندگی منه، رازی که در روزای اول آشناییمون چند بار خواستم برای تو فاش کنم اما نذاشتی. میدونی قبل از اینکه من زن تو بشم یه مرد بی وجدان لکه ننگی رو دامن من گذاشت و فرار کرد. من از اون مرد صاحب یه بچه شدم، ولی خاله و پدرم به من گفتن اون مرده، در حالی که بچه رو گذاشته بودن تو پرورشگاه. این بچه همون تیلاست که از پرورشگاه آوردمش خونه، ولی این کاش هرگز این کارو نمیکردم. چون اون مرد جهنمی تا فهمید من بچه رو از پرورشگاه گرفتم شروع کرد به ایجاد مزاحمت که بچه رو از من بگیره. و بالاخره روزی که تو رفتی اصفهان برام پیغام فرستاد که شب میام بچه رو میبرم، منم از ترس بچه رو بردم خونه پدرم سپردمش دستم. و درست همون شب بود که پدر بیچاره من به قتل رسید و زندگی ما متلاشی شد. البته من مقصر بودم که وقتی مزاحمت این مرد شروع شد تو رو در جریان نذاشتم و مثل بیشتر زنا سعی کردم موضوع رو مخفی نگه دارم. اما قبول کن، ترسیدم که اگه حقیقت قضیه رو بهت بگم طلاقم بدی، در حالی که من نمیخواستم تو رو از دست بدم. نمیخواستم. معذرت، وقت شما تموم شد.
خانم بیخود زنگ نزنین، کسی خونه نیست. اونایی که اینجا میشستن چهار روز پیش از پاکشی کردن از اینجا رفتن. کجا رفتن؟ والا نمیدونم. خدای بچم. آی بابا چیه؟ چه خبره؟ تو هم میگم چی شده باز ننه من غریبم در آوردی؟ هیچیا بچه همه گفت که من دبلیوسی دارم منم اونو برداشتم بوده بود اما یهو دیدم غیب بزد مالی میزد کجا دارم چه وقت؟ ساعت دقیق شرک بخینا یک ساعت و سه دقیقه و چل ثانیه پیش بود دون شما دروغ میگه خودش فرارش بده من دروغ میگم خودت بگو چه معامله ای باید بکنم والا هر معامله ای دلت هم بخواد من تابع اکبریت حاضرم شما مغز منو بزنی با هفتیر دغم بکنین اما اگه یه دنه ترنگول با من بزنی نه همه تنه لو میدم به وقتش خدمتت میرسه خدمت از وقت تلف نکنیم تا بچه کار دستمون نداده بریم برش کردیم یلا جنازه حرکت بدیم احمد حسین بله آقا زود باشیم بیاریم بچه فرار کرده باید بریم برش کردونیم اومدی بودوی بچه کجاست؟ الان بام کتونه اینجا بود دوربین فیلم برداری و عروسکاشو برداشت و رفت چی گفتین؟ دوربین فیلم برداری؟ بله دوربین در اتاقم لاک و مرف پوشی کندن رفتن تو دوربین از کی تا حالا اینجا بود؟ از همون روز که آمدن جنازه رو بردن اصلا این حرفا چی آقاشون بچه اینجا بود رفت میدونم میخواستم ببینم دوربین از کی تا حالا اینجا اصول دین میپرسی از همون شبی که بابای بچه رو کشتن متشکرم با اجازه خدا خوش آمدی آخه چرا گذاشتی بره دختر جون چرا؟ خب من دیدم اصطلاح بره باش میره دیگه هیچی نگفته اصطلاح تو خیال میکنی اصطلاح آدم من خیلی فروشتر باش اومدی عزیزم خوربونت برم الهیم چقدر من خب گلت برای یه ریزه شده بود ماما منم همینطور ریزه دلم منم همینطور خدایا هزار مرتبه شکرت که بچه همو سعی و سالین به من برگردونی مامان جون، بابا کجاست؟ پدر بزرگ کجاست؟ دلم برداشت خیلی تن شده شجاع باش دخترم، شجاع باش اونا بر میگردن عزیزم ناراحت نباش من عکس پدر بزرگو دلم، این توه این تو؟ آره آخه اون روز که منو بردی پیش پدر بزرگ من یه عالمه عکس ازش گرفتم بعد اون آقا این جوریه اومد منو ببره پدر بزرگم نداشت اونم بلغت زد پرتش کرد اون بر ما میریم تا عکاس خونه و زود برمیگردیم شما مواظب به خونه باشید منم ببرم نه خیلی لازم نیست خیلی خوب لازم نیست خب حالا منو تو شدیم تنها من هر وقت پیش تو باشم فکر میکنم نصف وجودم پیش تو چون من نصف کارم اونا چیه؟ بلوریان اومدن گاو رو ببرن خوش برو قایم شد خوش از جهت دکن نخورین در سب الله و الا بی حرکت بگو ببینم بچه کجاست تیلا رو میگم با مامانش رفته که لنگشته بازه کنه برو اتاقا رو بگرد ببین کجاست برش در بیاره از مادرم دروغ نبگم عزیز زمین گل خر زهنه از من قبول خوش کن ببین چی میگم آهای بچه با تو هم چیزی کش نری کسی خونه نیست وقت دلو به خودی طلب نکنه پس کجا رفتن؟ هم به جون بچه هم از او بدون پسر رو تو کم کن بلش که بیزم پسر تو برو بچه رو مونه نشان بده و کار ما دخله نکنیم بچه بی این نمیخواد بگه خانمش بچه رو کجا برده باید بزنینش تا زبون باز بزنیم آدم انا را یه دیگه دقیقه اجازه بگیرم اما اول میخوام اول چه پاشتی کفشم و ور بزشم بعدش ور بزشم خون بگیر مردنی آقا فتی جون تو هیچ نترس اگر هم خواستی به تحصیه یه باش یه باش به تحصیه برو کجا برده الهی تو قربانه تو خودم چی میگم جواد جد اونو بیار با خودمون ببریمش همه چی رو به ما میگه چشم بروی چشم و گوش و حلق و بینی بریم عزیزم قربان تو برم میخواد ما رو برای هم دیگر بریم که بریم که قربان تو برم بریم ده میگه من نمیم قربان تو برم میلن میگه نمیم برو اون داره برنامه خودش رو اجرا میکنه بگو بس برو کنار برنم میارم بی خودی جلوی دست لزم بریم عزیزم بریم برو 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 برو
حرفش نده بیاره. برای تو برم تو برو بگه نمیزن چه که جنازه دقا می کنم. بسه تو چی میخوای از باش؟ کار بگذار. بابا عجب آدمی هم. شما هر برنده شد زندگی غما رو بگید. بابا این دسته سری اله پوشی لوخ بر نمیداره. های پاریس بکشه. به اون کمالش رو بگو بلش کنم من به تون میشم. بلش کنین دیگه بسته این میخواد حرف بزن. یلا بازم بچه هست. یلا بایلا اردن گی بزنم. بچه کجاست؟ من نمیدونم کجاست. هم بخ بخ بله میدونم. با خانم رفته عکاسی. کدوم عکاسی؟ اسمش رو باید نیستم اما میتونم بهش تون نشون بدم. خیلی خوب را بیفتین. برا. یلا بریم. بلش کن دیگه بسته بیا بریم. ناخونک دفع بریم. اینم فیلم تو خانم. خیلی متشکرم. خواهش میکنم. ملاحظه بفرمایید. خیلی جالب شده. جدا عالی. مرسی. بذارش تو جعبه لطفا. چشم خانم. همون شما سی هر چی بخوای من به تو میدم. با چی داری حرف میزنی؟ من با خانم چه اوضاع خیته. چرا آقا چرا خاموش کردی؟ اون روز نوبت خاموشی این محله. ای دادی بیداد توی تاریکی دارن کلا بازاری میکنن. من اینجا وزیدم. یکی چراغ روشن میکنی یا نه؟ فیلمو برداشته فرار کرده. فورا تمام اتاقا رو بگردید. اول چی به هم دیگه رو بگردید؟ یالا. بیا اینجا ببینم. اگه به زندگی این بچه علاقه داری باید هر کاری بگم بکنی. آب دین پیدا نشه این در اختیار من. آب بکن پیدا کرده بود بدن میخوره. اینا. بندازش دور مسخره. اون فرار کرده باز بریم دنباله. بچه رو ول کن. خیلی خوب دنبال من بیاین. عکاس هم با خودتون بیارین. بیا برام بیا. آقا من که اون نه نکردم. علی اگه میخوایی این بچه زنده بمونه مثل بچه آدم میشینی پشت رول هر جا بهت میگم میری. خیلی خوب تو برو از این بر سنهایی تو هم از این بر برو. چشم بیدم کنم برای این پیداش کردی فورا برش دار بیارش خونه. چشم تو همین سوار اتومبیل کن دنبال من بیا. برو بشین پشت رول هر جا بهت میگم برو. یالا بشم بچه رو گرفتم یه وای دلم آخ دلم وای آخ سرخم آخ کمرم الها که کی بود مرده یه خودم وای سده کجا داری در میری وای سده اگه وای سی با تو کاری ندارم با تو هم چاقل آدم وای سده وای سده اگه مردی وای سده با مردم رو در میرم میگه وای سده تو میری عجیبی یه موضوعی میخوام با تو صحبت بکنم کجا موضوع موضوعی نباره تو وای سده وای وایستا بلا بگی الهی نفس من در رو وایستا این تابستان گرم طولانی اینقدر سر بالایی نده اقلا بیا بیا پرد باز بشه بودو اینقدر سر زیری بوده و من درم میمیرم آخرا سر رو بشه بودو خانم جان اینه بگی این چی بوره بگی این چی بوره چی بوره خودی تو خیلی بردیل پا این قدر چی بوری میکنی خجالت نمیکشی خب آمد آقا بردیل چی به مردم رو میزنی نه نه گوه من جا خیلی خیلی ممنونم تصدوق جناب علی وایس به جوان مرده خیال کردی من نمیتنم تو رو بگیرم اگه گیلم بری میگیرم از دیگیرم هسته خسته شدم ولی پلای کنم تو رو دویدم یلا فیلم رو بده بدون و معطلی وگرنه تو میبینی تو رو خفه میکنم بدون سرش یلا بدون این افتار شدم لیوارده اگر به خود زحمت بده مخواد این پیدا میکنم باید به مخمانه پیدا میکنم من خلاص دارم به فرق خود بکن که سرت بیخوله هست یلا بده ببینم تا پومینم این خالچی رو گردنته این خال من رو گردنم دارم ایناش ببین اینجا رو جردانت بیر سکو من باش شبم ببینم چرا کنه بگیش چرا مفتو ببینم تو مطمئن نیم مگز فگز چیز میز اینجا نشسته آخری نه بابا خاله طبیعیه چی گفتی؟ طبیعیه؟ آره به خیال جغرافیه اصلا من تو زارت هم حرف درست سمیده من اگه من طبیعیه آبه بیری قربان تو برم الهی بودو اون بر ببینم کاری دارم بودو پس داره مفت و مجردی صاحب یه پدر میشه بسته پدر یه بزرگ بسته حالا حرکت کن آخ پسرم واخ پدرم پدرم کجا در رفتی؟ پدرم کجا؟ آخه زلیل مرده تو همیشه پدرت چجوری پیدا میکردی ها؟ تو عوض رفتی پدر من گناهی نداشتم مقصر پدرم بود خیلی خوب خطش میزنیم از نو شروع میکنیم پسرم پدرم پسر عزیزم بلاخر پیدا شدی قربانت برم این لاهی پدر در بدر بی پسرم پسر نازنینم پسر بی پدرم پسر جان وای پدر جیرانی من قربونت برم پدر جان دلم میخواد بزخرف رو تو اول شروع بکنم خیلی خوب باور کن پسر جان 52 ساله دارم دنبال تو میگردم درست 52 سال
یه روز رفته بودم دم باغ وحش که گم شده خودم که تو باشی پیدا بکنم. خب اونجا برخوردم بیه میمون. عجب خیال کردم توی رفتم ماچش کنم اما دیدم آفزیست. منم تمام دیوان خونه ها رو زیر پا گذاشتم تا این رست رسم نزدش دارون مجانین پیدا کنم. ولی تو خیلی شکسته شده ای پدر. چرا؟ بله پسرم خیلی شکسته شد. باید برم پیش علی چینی بنزن. آهای نگو پدر نگو نگو نگو. خیلی خوب بسته پدر جون بیا بریم. نه پسرم من با دنیای شما خیلی فاصله دارم. هرچی نباشه تو الان برای خود یه سرمایه داری. یعنی الان دو دوازه زر پول خور که تو جیبت هست. ولی من چی؟ حتی یه قرنم ندارم نگاه کنم صاف صاف. فکرشو نکن پدر، من تمام سرمایه‌مو در اختیار تو میذارم. چه پسر دو چه به پدرش کمک نکنم. باری کلا پس. ولی نه شو. من نمیتوانم زیر عالم کسی زندگی بکنم. خدا جوجه بکنه دون یک لقمه نانی دیگه من سر سفره تو باید بخورم. نه خیر، بیزار من برم دنبالم اون چلو کباب خودم. خب یه بیشتر از این من اصرار میکنم، هر جو خودت دلت میخواد. الهی که به زمین گرم بخوری. سب کنو بیدم ای پسر میسی که منم داده وازه زر دارم دیگه من با تو هم ترازم وایسا. آخ پسر عزیزم وایسا. دوباره پدر پسر جان گلا گرفته داشتی میرفتی ها داشتی میرفتی. دوباره بر بذاشتم علاکی میشه. خب بالاخره نگفتی این فیلم ما کجاست؟ ما اینجاست پدر، خاضر به پسر رشیدت کمک کنیم. بله حالا که پدر پسر از آب در آمدیم وزیف. سلام 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 کاری داشتی؟ راضی به قطع پدر خانم، هرچی بخواهیم بدونیم تو این فیلم ملاحظه بفرمایید. خودی که معطل نکن، گل من ملاحظه بفرمایید. باید بیزاریم که سینما با دقت ملاحظه بفرمایید تا معلوم بشد قاتل از که بدنید. بله، همین کاره میکنم. دیگه میتونم کسی رو که به اتهام قتل بازداشت کرده بودم آزاد کنم. بده اون بریم. خسته جان بریم. او داره میاد. بریم دیگه تمام شد. خسته جان بریم پیشوار. سلام از کرم آرمان. سلام از کرم آرمان. خوشحالی تو باعث آزادی ما شد. اشتباه این عمل به تو باید نه دیگه باعث آزادی شما پسر بنده شد. وظیفم بود قربان. راسته با پدرم آشنا بشیم. ما امروز فهمیدیم که پدر و پسر ناتانی هستیم. چیزی میگی؟ بله قربان. من یه نمیمونیم با خودم راسته. پدر امامزاده به پسرش بله باشنا شما. خیلی خوشحالم قربان. خب ببینم ماشین منو کیا برده؟ بنده قربان به قول اهالی سوسن آباد آخه منم جوانم رانندگی میدونم. این بازی زمان است بابا یه من دیوانم. من دیوانم وایسا جغله بس 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 خب کجا بردم؟ آها اون دیگه فقط من میدانم به شرط اینکه رانندگی راهنمای شما دست من باشد اما به شرطی که منزل دومش تقریر نکرده باشه. حتی دیر نشده سوشی میره. بله بشم 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 پیداش نیست. فکرم خیلی ناراحته. ساعت 9 صبح کجا حالا کجا؟ به نظرم بلایی سرش اومده باشه. اگه اون کتوله لش نایده باشه خوبه. اون خیلی سبله. برای چی ما رو اینجا نگه داشتیم؟ ما چه گناهی کردیم؟ آه اینم سر ما رو برد از بس نق زد.
ببرینش پایین، صداشو برای همیشه خفه کنین که از شرش راحت بشه. باشو برجه زمین کشتن این گیر نمیشه. سلام کن دیگه. موقعیت ما تو این خونه بد جوری در خطره. اساسیه رو به هم بریزیم، چیزای قیمتی رو برداریم بریم. یاره خوب حرفی زدیم رئیس. بچه‌ها 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 باش برش بایی. آروم بذاشتم برش دارم. عجله کنی زودتر. بله ببرش بینم. خونه بده من. آدرس رو یاد داشت کردیم؟ جمع کنیم. بسیار خوب. حالا خیلی فوری یه دستگاه بانت بفرستین اینجا. گفتم اون چیزایی رو که ارزش داره جمع کنیم. چشم یالا بجان بی یه حرکت با فرمایین تو با پای خود دکتر جیت کاره کلاباشی چی برو بده تا من بیام. از حد بخار بی بفرم چرا لا یلا بریم چرا با اردنگی بجام بیر بریم بجام آب و خونک لیوان داشی گفته یه لیوان بده من. ما برای قتل پدرتون پرونده جدیدی تشکیل میدیم، البته شما رو هم در جریان خواهیم گذاشت. با اجازه خواهش میکنم. به سلامت. فعلا خدافظ. به سلامت. خوش اومدید. خدافظ کوچولو. دلم خیلی برات تنگ شده بود. منم همینطور پاپا، خیلی دلم رو تنگ شده بود. خب بریم دیگه. برای چی بایستدی؟ با تعریفی که از گذشته خودم برات کردم، باز حاضری با من زندگی کنی؟ گذشته تو یه حادثه بود، حادثه‌ای که پیشبینیش برای تو امکان نداشت، مثل غرق شدن توی دریا، تصادف با اتومبیل و چیزای دیگه که باعث نابودی آدم میشه. اما تو نابود نشدی، زنده ای. بنابراین بهتره فراموشش کنی. زندگی واقعی تو از روزی شروع شد که با من عروسی کردی. در تمام این مدت هم مثل یک فلشته پاک بودیم. بریم از سم پدر جوانجا داری؟ بده او کنر دیه. خب بریم بچه. خوش آمدی یا با سلامت. با سلامت کجا رو سلامت؟ من باید همراشم داری. بابا پدر جلو میری یا پسه بوره دیگه. پدر منو در آغوش بزن. زهر ماره اینی کنیم بلده. من در آغوش بزن. برو بله خیلی خوب برو بله. حالا خبر داری که با پدر و پسر؟ نه نمیدونستم. حالا برو این پسر بنده. برو پسرم پدر